دوستان گرامی بسیار خوشحالم که این بار هم شما در این سمینار تشریف دارید بحث این بار ما در مورد گسلهای اجتماعی و اثرات آن بر گسترش استمرار و استقرار اقتدارگرایی در جامعه و در حکومت در درس قبلی اثرات جامعه پذیری افراد و نظام جامعه پذیری را که در ایران وجود دارد در اقتدارگرایی شهر دادیم جوامع بشری معمولا و یا اغلب جوامع همگنی نیستند در جوامع بشری اختلافات و تفاوتهای بارزی در بین گروه های اجتماعی به چشم می‌خورد. وجود این اختلافات و این تفاوتها اجتناب ناپذیر است و اغلب اونها ناشی از هنجارهای فرهنگی جامعه و تخصیص تبعیزامیز و نامتوازن منابع در بین افراد و گروه های اجتماعی است چیزی که به آن تبعیض نام می نهی. نتیجه تبعیض به وجود آمدن گروه های اجتماعی با تفاوت های کم و بیش بارز نسبت به همدیگر در جامعه است و این تفاوت ها باعث می شود که جامعه جامعه ای کاملا یک دست نباشه و چه مثبت وجود این تفاوت ها یک دینامیسم یا یک حرکت اجتماعی است که همیشه در جامعه وجود داره و گروه ها و افراد در رقابت با همدیگر دیگر میکانیسمی را به وجود می آورند که در آن امکان ارتقاء اجتماعی پیدا میشه و به وجود در وچه منفی این قضیه اگر این تفاوت ها به حد بحرانی برسند و اصطلاحا به گسل یا گسست اجتماعی منجر بشند جامعه ای چند پاره بسیار ناهمگن و در حالت بحرانی میشه در همه جوامع پیشرفته و دموکراتیک هم تفاوت های معیشتی تفاوت در سطح دانش گروه ها و افراد تبعیض های جنسیتی و تبعیض های مربوط به مذاهب مختلف و ملیت ها و قومیت های مختلف وجود دارد منتها در جوامع مدرن از یک سو به علت ساز و کار نظاممند دموکراتیک و مدرن اجتماعی امکان اینکه گروه های مختلف و افراد برای مطالبات مدنی خودشون برای جنبش های ضد تظاهرات انجام بدن حزب تشکیل بدن گروه بسازند و مبارزه سیاسی و اجتماعی کنند و سعی کنند که حدود این تفاوت ها کمتر بشه و در حقیقت به عدالت اجتماعی بیشتر و زندگانی بدون تبعیض بهتری دست بیابند وجود داره و بنابراین همیشه وجود این مکانیسم ها باعث میشه که جامعه با بحران های سخت روبرو نشه همچنین دولت ها دائما پیگیرند و برنامه میریزند به حالت پیشگیرانه عده زیادی از متخصصین همراه با بودجه و پژوهش به دنبال این هستند که با چه میکانیسم هایی فرهنگ عمومی جامعه رو اه اه یک فرهنگ بدون تبعیض بکنند نسبت به همه گروه های اجتماعی و از آن سوی دیگر ساز و کارهایی را ایجاد بکنند که این تفاوت ها کمتر بشه و امکان ارتقاء اجتماعی و برابری شانس برای افراد مختلف اجتماع تهیه بشه. به این دلیل این نظام ها کمتر دچار بیثباتی و بحران های بزرگ اجتماعی میشن چون از قبل به فکر کم کردن این تفاوت ها و کم کردن تبعیض هستند ولی همونطور که گفته شد متاسفانه هم اکنون هم در بسیاری از این مواردی که گفتیم همچنان تبعیض های نهادی نه حتی در متمدنترین و پیشروترین جوامع بشری هم وجود داره و واقعیتی انکار نپذید اما در نظام های اقتدارگرا داستان از جنس دیگری است در نظام های اقتدارگرا معمولا به علت خودی و غیر خودی بودن جامعه و به علت اینکه حکومت طبق برنامه معین و منظم و از پیش طرح شده ای سعی میکند که حتی اکثر منابع را به گروه های نزدیک به خود و خودی ها اختصاص بده انواع و اقسام این تفاوت های اجتماعی به گسل های بسیار خطرناکی تبدیل میشه و جامعه از این جهت ناهمگون و بسیار بحرانی میشه حکومت های از یک سو هنگامی که ناکارآمد میشوند و پایه اجتماعیشون کوچک میشه درست به علت وجود همین گسلها در معرض تهدید و در معرض فروپاچی و از سوی دیگر در هنگامی که امکانات دارند و پایه اجتماعی بزرگی دارند امکانات اقتصادشون زیاد هست سعی میکنند با کنترل این بحران ها و با شعار معروف تفرقه به اندازه حکومت کن. از همین گسل ها استفاده کنند تا اقتدار خودشون رو در بخش های مختلف جامعه بیشتر اعمال کنند جمهوری اسلامی یک نظام اقتدارگرای مذهبی و ایدئولوژیک است از ابتدای به وجود آمدن جمهوری اسلامی چه در قانون اساسی چه در قوانین آن و چه در رویه حکومت ابتدا فرادستی به شیعیان داده شد برای اینکه این حکومت حکومت شیعیان اسناعشری و دوازده امامی تعریف شد در بین شیعیان هم آنهایی که انقلابی بودند یا فرصت طلب بودند و خود را انقلابی نشان میدادند و یا خود را زوب در ولایت فقیه میدانستند جزو خودیهایی شدند که به تدریج و در عرض بیش از سه دهه حکومت این نظام بیشترین منابع به اونها اختصاص یافت و گسلهای اجتماعی بزرگی که در جامعه به وجود آمد ناشی از این تبعیض در تخصیص منابع و همچنان و همچنین نرم رفتاری و فرهنگی است که در این نظام ایدئولوژیک برای گذاشتن تبعیض آگاهانه و از قبل پیش بینی شده وجود دارد تفاوت بزرگ که در کشورهای در اغلب کشورهای دنیا وجود داره بیشتر تفاوت معیشتی تفاوت مربوط به سطح آموزش تفاوت های مربوط به جنسیت و تبعیض هایی است که در مورد مذاهب مختلف و اقوام و ملیت های گوناگون وجود داره در ایران هم درست گسل های مهم اجتماعی بر حول همین محور ها تشکیل شد به طوری که تعداد گسل ها زیاد است ولی عمده ترین اونها گسل معیشتی گسل معرفتی گسل جنسیتی گسل مرکز و پیرامون و گسل سنت و مدرنیت است ما در این بحث ابتدا به گسل معیشتی میپردازیم در ایران امروز بر طبق آمار بیش از چهل درصد جمعیت در زیر خط فقر زندگی میکنند خط فقر حدی از درآمد است که در آن شخص قادر به تأمین احتیاجات اولیه خودش چون مسکن، پوشاک، خوراک، آب و آشامیدنی سالم، بهداشت، آموزش و بقیه ملزومات زندگی نیست. یا به سختی از عهده اون میاد و دائما مغروض میشه. با توجه به اینکه علاوه بر این خط فقر بیش از 25 درصد گروه فعال کارآمد ایران که می توانند شغل داشته باشند امروز بیکارند در اثر این بیکاری ممتد دائما بخش های از جامعه بیشتر به زیر خط فقر سقوط میکنه و این نسبت بالاتر میره گسل بعدی که میخواهیم شرح بدیم گسل معرفتی است یعنی فاصله ای که هر روز بین دانش گروه های از اجتماع با گروه های دیگر پیدا میشه که بخش های از جامعه از دسترسی به امکانات تحصیل و ورود به مؤسسات عالی آموزشی به علت هزینه ها به علت اشتغال در کار جانفرس ها، یا به علت خارج شدن از چرخه زندگی و معلول شدن یا معتاد شدن یا هر دلیل دیگری دسترسی به امکانات آموزش رو کمتر دارن با وجود اینکه بیسوادی طبق آمار رسمی در ایران بیش از 8 درصد نیست و 92 درصد باسوادند ولی این باسوادی در حقیقت سواد خواندن و نوشتنه و امروز باسواد به کسی میگویند که تحصیلات عالی داشته باشه به کامپیوتر به دانش دسترسی به رسانه های جمعی مهارت پیدا کرده باشه و بتواند خودش رو به روز بکنه و به دانش جهانی دسترسی داشته باشه در این سیتره هر روز ای از جوانان معرفتشون زیادتر میشه و تعداد کثیری از جامعه به همون مفهوم سنتی سواد خواندن و نوشتن یا کور سوادی بیشتر ندارد فاصله بین اینها هر روز به قدری بیشتر میشه که خواستهای اونها هم متفاوته جوانان و کسانی که دانش جدید دارند جامعه مدنی را میسازند در جامعه مدنی مطالبات مدنی پیشرفته دارند و اکثریت جامعه در حقیقت به یک نحو سنتی زندگی میکنند و پیوند بین خواسته جامعه مدنی پیشرو و بقیه جامعه هر روز مشکلتر میشه و پیدا کردن یک مخرج مشترک بین اونها سختتر تر میشه بنابراین گسل دومی که حکومت هم از اون بسیار بهره برداری میکنه برای اینکه سعی میکند با نفوذ در این اکثریت و کنترل افکار اونها و مغشوعی اونها از طریق رسانه هایی که خود در اختیار دارند و از طریق منابع اونها رو در اختیار داشته باشه و این جامعه کوچک شهری را نه فقط نمیتواند در اختیار داشته باشه بلکه برای اینکه بین اینها نفرت ایجاد کنه این جامعه شهری خوب تحصیل کرده رو در رسانه های خودش مزدور اجنبی جاسوس وابسته و بیدین معرفی میکنه و سعی میکنه که اکثریت جامعه رو نسبت به اونها با احساس نفرت و دوری پرورش بده حال میپردازیم به گسل سوم یعنی گسل جنسیتی زنان از دیرباز در جوامع بشری دچار های نهادینه جنسیتی بودند و این تبعیض به قدمت تاریخ وجود دارد متاسفانه هنوز هم در بیشتر جوامع مدرن نیست زنان با انواع تبعیضها روبرو هستند اما ناگفته نباید گذاشت که هم در سطح و هم در عمق بین نوع تبعیزی که به زنان در جوامع ایدئولوژیک به خصوص که مذهبی روا داشته میشه با جوامع مدرن قابل قیاس نیست در جوامع مدرن بسیاری از این تبعیض به وسیله قوانین برچیده شدند و این تبعیض ها بیشتر در رفتارها و هنجارهای اجتماعی و ها و های افراد وجود دارد اما در نظامهای اقتدار جرای دینی این تبعیضها نهادینه قانونی مبتنی بر رویه حکومت و متاسفانه اجتماعی است که در این جوامع اقتدارگرا فرصتی برای بازبینی و تفکر در آداب و رسوم و سنت های خودشون نیافتن و آگاهی نسبت به اونها بسیار ناقصه با به وجود آمدن جمهوری اسلامی زنان این فرصت را یافتند که در صحنه اجتماعی حضور پیدا کنند اونها در انقلاب به وسیله تظاهرات ای که میکردند و پس از انقلاب و دهه جنگ در خیابانها مهر خود را بر صحنه سیاست و اجتماع کوبیدند و جواز ورود به صحنه اجتماع پیدا کردند جواز ورودی که تاکنون هرگز از دست ندادند و دوباره به خانه ها بر نگشتند البته حکومت تا موقعی که احتیاج به اونها داشت و می توانست پوشش آنها را کنترل بکنه مخالفتی با حضور سیاسی اونها نداشت ولی به تدریج جامعه عوض شد و خواسته های مدنی آزادی در انتخاب پوشش آزادی در عقاید آزادی در رفتار و زندگانی اجتماعی در قشرهای بسیاری از زنان پیدا شد و مسئله زنان را به مسئله اصلی حکومت تبدیل کرد امروز بسیاری از زنان اجتماع دوش به دوش مردان در همه عرصه های فرهنگی، هنری، اجتماعی حضور خود را در اجتماع تثبیت کردند. و علا رقم همه کارشکنی هایی که حکومت در این راه می کند و همه تذیقاتی که فراهم میکنه، اونها در جامعه حضوری جدی و مؤثر و در همه عرصه های ممکن از ورزش گرفته تا هنر، صنعت، مدیریت و حتی علوم مذهبی و علوم جدید بدیهی است که جامعه زنان ایران بدترین تبعیض ها در دنیا بهش روا نمیشه برای اینکه از لحاظ اجتماعی توانستن به بسیاری از امتیازات دست پیدا کنن و خودشون رو تحمیل کنن جامعه ایران قابل قیاس با جامعه عربستان سعودی یا بعضی از شیخ نشین ها نسبت به زنان نیست ولی این بیشتر از اون که به رفتار حاکمان و اندیشه اونها و قوانین جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشه به تغییراتی وابسته است که در جامعه ایران شده و به وجود آمدن جامعه مدنی و قشر شهرنشینی متوسطی که افکار باز و مطالبات مدنی مدرن دارند قابل قیاس با جوامع بسته ای که ذکر کردیم نیست وگرنه اگر یک سره به عهده حاکمان گذاشته میشد ما شاهد چنین نشاطی در جامعه نسبت به حضور زنان نبودیم قوانین جمهوری اسلامی رویه جمهوری اسلامی به شدت در مورد زنان است. و به این دلیل زنان با وجود حضور گسترده‌ای که در امر تحصیل و دانشگاه و فعالیتهای مختلف دارند اغلب مجبورند که صحنه اجتماع را ترک بکنند و به علت مزاحمت هایی که به وسیله حکومت و اجتماع در راه اونها به وجود میاد نتوانند به مسیر خودشون ادامه بدن و یا این مبارزه دائم روح و روان اونها را فرسوده بکنه و اونها را نسبت به جامعه و حکومت بدبین بکنه و دچار افسردگی بکنه با این وجود آنها توانستند دستاوردهای فراوانی داشته باشند حکومت و جمهوری اسلامی نگاهی سنتی دینی به مسئله زن و مرد داره و بر اساس این نگاه وظیفه زن مادر بودن در خانه نشستن و عدم حضور در اجتماع است ولی الزامات امروز یک جامعه مدرن نه تنها چنین توقعی رو بر بلکه اغلب زنان حاضر به تحمیل چنین رویهای بر خود نیستند این کش و دائم که در عرض این بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی بر زنان رفته گسل جنسیتی را در ایران عمیق کرده متاسفانه با وجود اینکه بنیان بنیانگذار چنین تبعیضی حکومت است ولی این تبعیض فقط به حکومت محدود نیست و در جامعه هم پایه های بسیار قوی و سنتی و قدیمی دارد برخلاف همه گسل های دیگر که حکومت می تواند از اونها سوء استفاده کنه تنها گسلی که به نفع دموکراسی عمل می کنه و تنها جایی که اگر همه فعالین اجتماعی کوشش بکنند که به زنان کمک کنند و یک جنبش ضد تبعیض بزرگ راه بیندازند به نفع دموکراتیک بودن جامعه و بر ضد اقتدار حکومت خواهد بود همین جنبش زنان است که در ایران وجود دارد گسل دیگری که می خواهیم از آن صحبت کنیم گسل مرکز و پیرامان مسئله قومیت ها و مذاهب دیگر قدمتی بیش از عمر جمهوری اسلامی داره و تبعیض نسبت به مذاهب دیگر در حقیقت در همه جوامع سنتی وجود داشته و در ایران هم به شدت از قبل موجود بود اما با آمدن جمهوری اسلامی علاوه بر تبعیضی که نسبت به هاشی نشینان ایران که اغلب از اقوام دیگر بودند و مذاهب دیگری داشتند و این تبعیض بیشتر ریشه ملی گرایی داشت به خاطر اینکه با آمدن مفهوم دولت ملت در اصل مشروطه و سپس برآمدن یک دید ناسیونالیستی مهاجمی که دولت واحد دین واحد و ملت واحد و زبان واحد را میخواست از زمان رضا شاه به بعد مسئله اتنیک و مسئله مذاهب گوناگون در ایران عمق دیگری پیدا کرد اما با برآمدن جمهوری اسلامی این شکاف دائما بیشتر شد برای اینکه علاوه بر عامل ناسیونالیستی که کم و بیش به قوت خود باقی بود یک عامل دینی متعصبانه و یک بودی هم جایگزین اون شد که میخواست همه امتیازات را به شیعیان دوازده امامی و در بین اونها هم به آنهایی که طرفدار حکومت و ولایت فقیه بودند بده چنین سیاست تبعیض آمیزی که از قانون اساسی رد پای آن را می توان گرفت در قوانین عادی می توان دید و در رویه حکومت و متعصبان وابسته به با حکومت هم همیشه آشکار است باعث شده که بین مرکز و پیرامون ایران یک گسل بسیار خطرناک و بسیار جدی وجود داشته باشه در حقیقت علاوه بر همه جهاتی که گفتیم حکومت جمهوری اسلامی از نمونه های نوین اقتدارگرا است که تمرکز تمرکز اقتصادی و تمرکز سیاسی در حقیقت الگوی حکومتی اوناست جمهوری اسلامی با این تمرکز بیش از حد همه منابع را به مرکز انتقال کرد و سرریزی از اونها به این هاشی ها منتقل شد و موقعیت برابر برای اقوام گوناگون و مذاهب دیگر غیر ممکن شد امروز یکی از در حقیقت فعالترین گسل ها و بحرانی ترین گسل های ایران گسل مرکز و پیرامون است اقوام گوناگون با یکدیگر در حقیقت رابطه همدلیشان تبدیل به رابطه رقابت شده با مرکز نشینان و فاس به خصومت کشیده و علاوه بر این مشروعیت حکومت را هم اغلب نمیپذیرند تا موقعی که این حکومت امکانات مادی داره ممکن است که از این اختلافات به نفع خودش استفاده کنه ولی به محض اینکه تعادل قوا به هم خورد همه این گسل ها می توانند بر علیه حکومت و بر علیه ثبات اجتماعی عمل کنند و مسئله مهم برای ما این است که دستاورد های اجتماعی ممکن است به خطر بیفته و در حقیقت جامعه دچار بحران اساسی بشه به این منظور گسترش یک دیالوگ دموکراتیک و پیش بردن یک سیاستی که برخلاف سیاست فعلی جمهوری اسلامی با دید امنیتی نباشه و مبتنی بر احقاق حقوق اینها و دادن شانس مساوی به اونها باشه باید در دستور قرار بگیره گسل آخر گسل سنت و مدرنیت است در سمینارهای قبل گفتیم که با به وقوع پیوستن انقلاب مشروطیت برای اولین بار بخشی از جامعه متجدد یا مدرن شد و بخش مهمی از جامعه سنتی ماند و شکاف سنت و مدرن در جامعه شکل گرفت این شکاف با سیاست ناسیونالیستی بعدی به تدریج تعمیق پیدا کرد و بخش مدرن جامعه که تبدیل به یک ابر جامعه شهری شده بود با اکثریت سنتی جامعه در تعارض بود و این از دلایل وقوع انقلاب اسلامی بود بعد از وقوع انقلاب اسلامی بخش سنتی فرادستی یا حکومت رو به دست گرفت ولی در عرض سه دهه و اندی نه تنها نتوانست جامعه را حتی در حدی که بخش مدرن جامعه اداره اداره کنه بلکه وضع را به قدری اصف بار کرد که در حقیقت همه مشروعیت و همه ادعای خودش رو برای حکومت از دست داده و به حالت تدافعی در آمد. با وجود اینکه در بخش سنتی سازماندهی بسیار قوی وجود داره سازماندهی سنتی با وجود اینکه بیشترین منابع تخصیص به این بخش ها از طرف حکومت شده و بخش مدرن نه تنها از عوامل مادی ارتقاء اجتماعی برخوردار نیست بلکه انواع مانع تراشی ها برای سازمان و سازماندهی این بخش پیش میاد ولی به علت ماهیت پیشروانه خودش توانسته است که جذابیت و مشروعیت فوق العاده ای برای جوانان پیدا بکنه و جوانان روز به روز اقبالشون برای گرویدن به این بخش مدرن بیشتر میشه متاسفانه این حکومت به جای اینکه بین بخش مدرن و سنتی جامعه حالت معانست دوستی و اعتماد برقرار کنه بخش مدرن جامعه رو به عنوان کسانی که متعلق به این ملک نیستند وابسته به بیگانن جاسوسند و دست نشاندن معرفی میکنه و خواسته های اونها رو خواسته های غیر واقعی جلوه میده و بین بخش سنتی و مدرن جامعه سعی میکنه دیواری از نفرت را فرا بکشد و نگذارد که این دو بخش با هم دوست بشن به هم اعتماد کنند و در کنار هم زندگی کنند به این ترتیب ما در این سمینار نشان دادیم که چگونه گسلهای اجتماعی می تواند در حالت عدم تعادل جامعه رو هم بزنه و در حالت تعادل خود اینها هر کدام به یک کلکتیوی تبدیل میشن که هویت هویت جمعی و مسئله خواسته های گسل خودشون مهمتر است خواسته های تک تک افرادشون هست و چنین جوامع کلکتیو و جوامع جمعگرایی خود به وجود آمدن استقرار و استمرار جامعه اقتدارگرا و حکومت اقتدارگرا کمک میکنند امیدوارم که این بحث مورد نظرتون واقع شده باشه و شما را در سمینار آینده هم ببینیم خداحافظ شما